اکبر هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اینکه هیچ کدام از ائمه معصوم شیعه حاضر نبودند برای حفظ خود و حکومتشان به هر وسیله و دسیسه‌ای متوسل شوند، از رفتارهایی که تحت عناوین مقدس در جامعه صورت می‌گیرد انتقاد کرد. آقای رفسنجانی گفت متاسفانه امروز در جامعه اسلامی بسیار دیده می‌شود که انقلابیون و مسلمانانی حتی با نیت پاک برای حفظ حکومت و قدرت به تهمت، دروغ و ظلم و ستم متوسل می‌شوند. در ارتباط با اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی با شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار مصاحبه ای انجام داده ایم که میشنوید. آقای رفیزاده، به عقیده شما منظور آقای رفسنجانی از مسلمانانی که برای حفظ حکومت و قدرت به تهمت، دروغ و ظلم و ستم متوسل میشن مشخصا چه کسانیه؟ آقای هاشمی رفسنجانی چه در این اظهارات اخیر و چه در صحبت‌هایی که ایشون در چند ماه گذشته هم داشته، به طور غیر مستقیم به نظر می‌رسه که مخاطب اصلیش خود آقای خامنه‌ای و جناح حاکم بر ایران هست، به ویژه روحانیون ارشدی که در حال حاضر میتونن روی آقای خامنه‌ای تأثیر بذارن و روی تصمیم‌گیری‌های ایشون. به نظر میرسه که آقای رفسنجانی در ماهای اخیر کمتر به اظهار نظر مستقیم در مورد مسائل سیاسی روز میپردازه و بیشتر به صورت غیر مستقیم مواضع خودش رو بیان میکنه. دلیل در پیش گرفتن چنین روشی چی میتونه باشه؟ آقای هاشمی رفسنجانی این نوع ادبیات رو انتخاب کرده تا از میزان علنی شدن و اوج گرفتن اختلافات میان خودش و آقای خامنه‌ای جلوگیری بکنه و به نظر میرسه که ایشون یک جور زبان غیر مستقیم رو انتخاب کرده تا هم اختلاف خودش رو با آقای خامنه‌ای بیشتر علنی نکنه و هم از حمله و تهاجم بیشتر به جایگاه خودش که به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر فعالیت میکنه جلوگیری بکنه. البته آقای هاشمی رفسنجانی در گذشته هم ادبیات مشابهی داشت، اما تفاوتی که در چند ماه اخیر در اظهارات ایشون دیده میشه این هست که بیشتر هشدارهایی میده درباره عواقب سرنوشت ستمگران و ظالمین و کسانی که میخوان یک جامعه بسته رو ایجاد بکنن یا در جامعه بسته حکومت بکنن، و به نظر میرسه که این سخنان ایشون در واقع یک هشدارهای ضمنی هست که با اشاره به سرنوشت دیگر حکام مستبد در منطقه خاورمیانه به آقای خامنه‌ای داده میشه. به طور کلی شما جایگاه آقای رفسنجانی رو در فضای سیاسی موجود کشور، مشخصا بعد از تیره شدن روابط حامیان آقای احمدی نژاد و سایر محافظه‌کاران رو چجوری ارزیابی میکنین؟ واقعیت اینه که آقای رفسنجانی در نامه‌ای که چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به آقای خامنه‌ای نوشته بود و بسیاری از چهره‌های جناح حاکم ایشون رو به خاطر این نامه مورد ملامت قرار دادن، امروز مشخص شده که تمام مواردی که ایشون در اون نامه در واقع بیان کرده بود و توصیه کرده بود به آقای خامنه‌ای همه به واقعیت پیوسته و به نظر می‌رسه که آقای هاشمی رفسنجانی به رغم اون که با دست خالی در عرصه سیاسی ایران در حال بازی هست، در حال حاضر با علنی شدن و اوج گرفتن اختلافات آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای برگ برنده رو داره. حداقل میشه گفت که افرادی که در جناح حاکم هستن پیش خودشون وقتی فکر میکنن میبینن که آقای هاشمی رفسنجانی بسیار با بصیرت‌تر از آقای خامنه‌ای هست. متشکرم از شما آقای رفیزاده.